از نظامی ترین رسانه فارسی زبان یوتیوب سلام میکنی به تمامی شما دوستداران مطالب نظامی ایران و جهان. به کانال خودتون خوش اومدید. خیلی خوشحالیم از اینکه با شما همراه هستیم و در تلاشیم تا برای شما عزیزان بهترین های نظامی ایران و جهان رو آماده بکنیم و امروز هم میخوایم بپردازیم به یکی از جالب ترین خبرهایی که دوباره از سرزمین های اشغالی به گوش میرسه که نشون میده عوامل اطلاعاتی ایران تا بیخ گوش نفتالی بنت هم رسیدن و حالا خبر دستگیری چند تا از شهروندهای اسرائیلی به اتهام همکاری با ایران به بیرون درز کرده. جالبه که چند وقت پیش هم به همین جرم یکی از وزرای اسرائیل دادگاهی و بازداشت شد. مگه موساد قدرتمندترین سازمان اطلاعاتی جهان نبود؟ پس چی شد آخه؟ با متابعان همراه باشید تا در این باره بیشتر با هم صحبت بکنیم و اگه تا حالا با نظامی ترین رسانه فارسی زبان یوتیوب همراه نشدید سریع کلید سابسکرایب رو بزنید تا همیشه با هم همراه باشیم. سازمان امنیت داخلی اسرائیل یا همون شین بت روز چهارشنبه 22 دی اعلام کرد که ماموری اطلاعاتی ایران رو شناسایی کرده که از طریق برقراری تماس با زنای اسرائیلی توی شبکه‌های اجتماعی به اونها برای جاسوسی پول داده. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادن که در همین رابطه 4 تا زن و 1 مرد دستگیر شدند. سازمان امنیت اسرائیل میگه که این مأمور امنیتی اسرائیل خودش رو یک یهودی ساکن ایران با اسم رامبد نامدار معرفی کرده بوده که از طریق فیسبوک با زنای اسرائیلی در تماس بوده. شین بت توی بیانیه خودش گفته که این فرد از زنای اسرائیلی خواسته بوده که از تجهیزات نظامی و همچنین از ساختمان سفارت آمریکا توی تل آویو عکس بگیرن و درباره مقامات نهادهای امنیت اسرائیل اطلاعات جمع‌آوری بکنن. به نوشته معارف، شباک و پلیس اسرائیل در یک ماه اخیر تحقیقاتی در این زمینه انجام دادن و تحرکات شماری از زنان مظنون اسرائیلی رو زیر نظر گرفته بودند. این تحقیقات به ارائه کیفرخواستی به دادگاه اورشلیم منجر شده. رسانه‌های اسرائیل اتهامات مطرح شده در کیفرخواست رو سنگین توصیف کردند. این رسانه‌ها میگن که این سازمان امنیت اسرائیل در همین ارتباط 4 زن و 1 مرد رو دستگیر کرده. بر اساس این تحقیقات یکی از زنانی که علیه او کیفرخواست صادر شده 40 ساله و ساکن در خلون در حومه تل آویو هستش که سالها با رامبد نامدار در ارتباط بودن. این گزارش اضافه میکنه که مهره اطلاعاتی در ایران از این زن خواسته بوده که پسرش رو که قراره به سربازی بره به بخش اطلاعاتی ارتش معرفی بکنه. شباک گفته که رامبد تلفنی با این پسر جوان صحبت کرده بود تا بفهمه که زبان فارسی او در چه حدی هستش، اما این پسر جوان به نیت این مامور ایرانی مظنون نشده بوده. همچنین یه زن 57 ساله ساکن شهر بیت شمش در ارتباط با رامبو ته 4 سال گذشته و دریافت $5,000 از او متهم شده. این زن هم مظنونه که از او خواسته شده بوده که مطالبی رو در ارتباط با پسرش که سرباز بوده برای مأمور اطلاعاتی ایران بفرسته. این زن متهم هستش که از طریق برپایی یک کلوپ شبانه برای ایرانی توی اسرائیل ضمن جمع‌آوری اطلاعات با یک عضو مجلس اسرائیل هم در ارتباط بوده. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی مأمور اطلاعاتی ایران از زن یاد شده خواسته بوده که در اتاق ماساژ خونش دوربین مخفی تعبیه بکنه. همچنین یه زن 50 ساله ساکن اورشلیم به دریافت $1,240 استرالیا و همکاری با مأمور اطلاعاتی ایران متهم شده. زن 47 ساله ساکن شهر کفار سبا در نزدیکی تل آویو 4مین مظنون بازداشت شده هستش. او متهم به انتقال پول به زن 50 ساله ساکن اورشلیم. سازمان امنیت داخلی اسرائیل گفته که مأمور اطلاعاتی ایران با ادعای انجام کارهای خیریه به این زنان پول داده بوده. گزارش رسانه‌های اسرائیل اضافه می‌کنه که یکی از زنان نام و مشخصات افرادی رو که در بنیاد معراج شاخه شهر بیت شمش فعالیت می‌کردند در اختیار مأمور اطلاعاتی ایران قرار داده. بنیاد معراج از طرف دیوید معراج، میلیاردر یهودی آمریکایی ایرانی با هدف توانمند کردن مهاجران در اسرائیل پایه‌گذاری شده و توی بعضی از شهرهای اسرائیل هم شعبه داره. به نوشته معارف، همسر یکی از زنان از مدت‌ها پیش احتمال داده بود فردی که از ایران با اونها در تماس ممکن مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی باشه، اما تماس این خانواده با فرد یاد شده ادامه پیدا کرده. از گزارش رسانه‌های اسرائیل اینطور فهمیده میشه که فرد پنجم بازداشت شده شوهر یکی از این زنا هستش. سازمان امنیت داخلی اسرائیل گفته که متهمین این پرونده با اقدام خودشون خانواده و بقیه شهروندان اسرائیل رو در معرض تهدید قرار دادن، چون اطلاعات اسرائیلی ها رو به حکومت ایران منتقل کردن و ارائه اطلاعات درباره اسرائیل و آمریکا ممکنه به منظور انجام اقدامات تروریستی آتی باشه. در همین حال نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل در واکنش به این خبر گفته که من به اعضای شباک و پلیس اسرائیل به خاطر عملیات موفقی که فعالیت تروریستی خطرناکی بر ضد اسرائیل رو خونسا کردن تبریک میگم.
او اضافه کرده که ید طولای دستگاه امنیتی اسرائیل به همه کسانی که قصد صدمه به اسرائیل دارند خواهد رسید. آقای بنت از مردم اسرائیل خواسته تا به گفته او در مقابل این تلاش‌ها هوشیار باشند. ممکنه پشت سوژه‌هایی که شما از شبکه‌های اجتماعی به دست می‌یارید یا پخش می‌کنید ایرانی‌ها باشند. این اولین باری نیست که اسرائیل از بازداشت و ارائه کیفرخواست علیه شهروندان خودش به اتهام جاسوسی و انتقال اطلاعات به ایران خبر میدن. سازمان امنیتی اسرائیل دو ماه پیش اومری گورن، یک مرد 37 ساله رو که خودش و همسرش نظافتچی خونه شخصی بنی گانس، وزیر دفاع کنونی و رئیس پیشین ستاد ارتش بودن، به آمادگی برای دادن اطلاعات از آقای گانس از طریق همکاری با گروه سایبری مرتبط با نهادهای اطلاعاتی ایران متهم کرد. سازمان امنیت داخلی اسرائیل تابستون قبلی هم یعقوب ابوالقیان، یه سرمایه‌دار بزرگ از اعراب بادیه نشین رو به مراوده با مهره‌های وابسته به متحدین ایران در منطقه متهم کرد. با وجود اون که تا حالا موارد دیگه از زن به جاسوسی علیه چند شهروند اسرائیلی و به سود ایران مطرح بوده، اما هنوز مهمترین ماجرای جاسوسی در این زمینه مربوط به پرونده دکتر گوننسگو، پزشک، وزیر و سیاستمدار پیشین اسرائیلی که در سال 2019 به 11 سال حبس محکوم شد. یه دادگاه توی اسرائیل در روز چهارشنبه 19 دی 97 دکتر گونن سگب، یک وزیر اسرائیل در دهه 1990 میلادی و متخصص جراحی کودکان، را به اتهام جاسوسی برای ایران محکوم کرد. دادستان اعلام کرد که در پی این محکومیت او در نشست بعدی دادگاه اورشلیم در روز 22 بهمن درخواست 11 سال زندان برای محکوم را مطرح کردند. در همین حال دو وکیل آقای سگو از حق تجدید نظر در این حکم استفاده کردند. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که دادگاه در حکم خودش اتهام جاسوسی وخیم و انتقال اطلاعات به ایران رو اساس محکومیت گونن سگو قرار داده و اتهام وخیم‌تر خیانت به کشور در توافق بین وکلای او با دادستانی حذف شده. اسرائیل و ایران سال هاست که دشمن سرسخت همدیگه به شمار میرن، اما تا حالا کسی در اسرائیل به اتهام خیانت به وطن و به سود ایران محکوم نشده بود. وکلای آقای سگو برای حذف این بند وخیم از کیفرخواست تلاش خیلی زیادی کرده بودند. دادگاه در حکم خودش گفته بود که دکتر سگو، وزیر اسبق انرژی، اطلاعات خودش در خصوص منابع این حوزه و زیربناهای اسرائیل و همچنین اطلاعاتی درباره عوامل امنیتی اسرائیل رو به عوامل اطلاعاتی ایران منتقل کرده. در همین حال به نوشته روزنامه هارت، سازمان امنیت اسرائیل خودش ارزیابی کرده بوده که آگاهی‌های این وزیر اسبق به دلیل سپری شدن بیش از 20 سال از زمان وزارتش به روز نبوده، اما او تلاش کرده بود که از راه تماس‌هایی که با اسرائیلی‌ها داشته اطلاعات رو کسب بکنه. شاید به همین دلیل هستش که این روزها شاهد حملات سایبری بیش از پیش نیروهای اطلاعاتی ایران به منابع اسرائیل هستیم. بدین ترتیب به پایان این برنامه از هاشه نیوز رسیدیم. تا یه برنامه دیگه از این کانال، خداوند یار و نگهدارتون.